دوستان سلام با یه ویدیوی دیگه در خدمتون هستم تو این ویدیو حدوداً 100 تا فعل رو قرار با هم کار بکنیم که این فعل ها در ترجمه با مفعولی که میان حرف اضافه را رو میگیرن اینجا برای چیزی را من بیرشهی رو استفاده خواهم کرد و برای کسی را بیریسینی رو استفاده خواهم کرد پسمند را همونطور که در این قسمت میبینید ببینم بزرگتر میشه اوکی همونطور که در این قسمت میبینید برای تمام فعل ها ای رو انتخاب کردم ولی با هر کلمه که میاد این پسوند در حالت چهارگانه ای، ا، او و او ایفای نقش خواهد کرد همونطور که میبینید با رنگ قرمز هم کنار کلمه مورد نظر مشخص کردم خب بریم فعلا رو یاد بگیریم و ترجمه هاشم میگم خب مثال اول و بزرگ نوشتم که مشخص بشه چی به چیه اینم قرمز کنم Okay. Bir şeyi almak. Çizira gerekten veya xeriden. Bu kitabı alıyorum. İn kitab ra mi Bir şeyi götürmek. Çizira borden. Çantayı götür. Kifra berdar. بیشهی بیلمک بیشهی بیلمک چیزی را دانستن اونو بیلمیارم. اون رو یعنی اون قضیه رو نمیدونم بیشهی سیلمک بیشهی سویلمک چیزی را گفتن و یا خواندن یعنی به صورت آواز خوندن بو شارکی سویله بو شارکی سویله این ترانه رو بخون بیشهی دمک بیشهی دمک چیزی را گفتن اونو دمه اونو دمه اون حرف رو نگو اونو نگو Bir şeyi kapatmak. Bir şeyi kapatmak. Çizira besten. Hmm. Okay. Kutuyu kapat. Kutuyu kapat. Cabero bebend. Kutiro bebend. Bir şeyi açmak. Bir şeyi açmak. Çizira baskerden. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Derro baskon. Bir şeyi temizlemek. Bir şeyi temizlemek. Çizira temizkerden. Odayı temizledik. Odayı temizledik. Otak ra temizkerdim. Bir şeyi yazmak. Bir şeyi yazmak. Çizira neveşten. Metni yaz, metni ra be Bir şeyi görmek, bir şeyi görmek veya birisini görmek. Kesi veya çizi ra diden. Denizi görmek istiyorum. Derya ra miham bebinem. Bir şeyi göstermek. بیچهی گسترمک چیزی را نشان دادن رسمینی نی گوستر اکستو نشون بده اکست را نشون بده بیچهی سپر مک بیچهی چیزی را جارو کردن جایی را جارو کردن اوی سپریyor خانه را جارو می کند بیچهی ارم و یا بریسینی آراماک چیزی را جستجو کردن و یا به کسی زنگ زدن بنی آرا به من زنگ بزن یعنی من را جستجو کن در واقع به من زنگ بزن بنی آرا بیرشیی سیومک و یا بریسینی سومک کسی را و یا چیزی را بحشت. کسی را و یا چیزی را دوست داشتن اونو سیو میارم. او را دوست ندارم. خب یه توضیح کوچیک بدم اینجا. ببینید کلمه او یعنی او. سوم شخص مفرد و میره سوم شخص مفرده. وقتی که یک پسوندی میگیره که فقط از یک آوا تشکیل شده یعنی با صدا شروع میشه بین این صدا و این صدا باید یک حرف سامت قرار بگیره که اینجا حرف نه رو داریم او یعنی او اینجا این اوی که اینجا هست هم یعنی را این دوتا که به هم بچسبن نه بینشون میاد که بشه اونو یعنی او را آن را بیشه استمک بیشهی استمک پارایی پول را میخواهم ایستمه به معنای خواستگاری هم هستش اگر کسی را ایستمک باشه ممکنه بگه یکی رو میخوام و یا از یکی خاستگاری میکنم منظور از ایستمک هم خاستگاری کردن به معنای پیشنهاد ازدواج نیست رفتن برای خواستگاریه یعنی وقتی میگن صحبت از استمک میشه برای یه کسی صحبت از فقط پیشنهاد ازدواج نیست کلا به رسمیت خانواده ها خاستگاری کردن رو میگن استمک اینو یه خود زیاد توضیح دادم چون که دوستان دوچار سوء تفاهم میشن براشون مشکل ایجاد میشه اوکی بیریری گزمک بیشهی گزمک Veya bir yeri gezmek. Caira, e, geçten. Yani geçte gozar kerden. İstanbul'u geziyorum. İstanbul'a gerdeş mi konam. Yani tu İstanbul geçte gozar mi konam. Bir şeyi içmek. Çizir'a, nuşiden. Sütü içiyoruz. Şir'a, minuşim. بیشهی یهمک چیزی را خوردن کفتهی یمیورم کتلت را نمیخورم اینجا کفته به معنی کفته نیست به معنی کتلت اوکی اگه کوچیک باشه کوفته های کوچیک رو بگن ممکنه کوفته های کوچیک کوچیک رو منظورشون باشه ولی اگه بگم مثلا غذا کفته داریم و یا کفته بخواید سفارش بدید کتلت میارن براتون اینم گفته باشیم بیشهی گچمک از چیزی گذشتن از جلوی چیزی رد شدن بانکایی گچ بانک رو رد کن بانک را بگذر و یا از جلوی بانک رد شد شاید تو فارسی ما اینا رو به صورت را استفاده نکنیم این فعل ها رو ولی باید بدونی که تو ترکی اینجوری استفاده میشه و این پسوند برای این فعل ها استفاده میشه خب کجا بودیم؟ بیشهی سایماک چیزی را شماردن تعدادش رو شماردن و یا احترام گذاشتن این معنی هم میده از کلمه سایگه به معنای احترام میتونید متوجه بشید چجوکلارو سای بچه ها رو بشمار یعنی تعدادشون رو بشمار بیرشهی دین چیزی را گوش کردن بنی دین من را گوش نمی کنی یعنی به من گوش نمیدی شاید تو فارسی بگیم به من گوش نمیدی از حرف اضافه به استفاده کنیم ولی در ترکی از حرف اضافه را استفاده میکنن در واقع میشه مرا گوش نمیدهی بیرشهی کسمک چیزی را بریدن کاد کسمه کاغذ را نبر بیرشهی چیزمک و یا بیرسینی چیزمک کسی را و یا چیزی را نقاشی کردن ترسیم کردن اونون üstünü چیز روی üst یعنی رو روی آن چیز را خط بکش بیرشهی چکمک چیزی را کشیدن یعنی به سمت خودتون کشیدن برای حمل کردن بکشید و یا عکس گرفتن برای اون هم از فعل چکمک میک استفاده میکنن مثلا بگن در رو بکش میگن کاپوی چکی یعنی در را بکش به سمت خودت حل بده یعنی به سمت خودت بکش ولی مثلا ممکنه بگیم چی فوتوگرافمز چک این اوکی فوتو فوتوگرافو فوتوغراف فوتوگرا فوتوغراف. فوتوغراف. شک دارم اینو شک دارم شک دارم شما که غریبه نیستید منم شک دارم فوتو از همون اولش هم درست نوشته بودم اوکی okay. خب فوتوگراف چک عکس ما رو بگیر منظورش اینه که با دوربین عکس بگیر بیشهی سچمک چیزی را انتخاب کردن بونلاری سچتیم اینها را انتخاب کردم بیشهی ورمک چیزی را دادن suyu ver. Abra bede. Bir şeyi çiğnemek. Çizira caviden. Sakızı çiğnemek istiyorum. Sevaftır istemiyorum. Sakızı çiğnemek istemiyorum. Adam sıra ne mi be becavam? İstemiyorum ne mi kahem? فعل ایستمک رو اگر هستید اگر هستن کسایی که یاد نگرفتن میتونن از ویدیوهای فعل خواستن حتما دیدن بکنن خیلی فعل مهمیه چون با فعل میاد ببینید کنار فعل میاد بیرشگی تانوماک و یا بیریسینی تانوماک کسی را و یا چیزی را شناختن سنی تانیورم تو را میشناسم هم به معنای مجازی یعنی میدونم تو چه آدمی هستی و یا میدونم تو چه کسی هستی بیرشهی ازلمک و یا بیریسینی ازلمک کسی را و یا چیزی را دلتنگی کردن سیزلری ازلیورم برای شما دلتنگ هستم بیرشهی ازلمک چیزی را تماشا کردن و یا کسی را تماشا کردن بیرسینی ازلمک تلویزیونو ازلیوروز تلویزیون را تماشا میکنیم بیرشهی دیشتیرمک چیزی را عوض کردن تغییر دادن کانالو دیشتیر کانال رو عوض کن بیرشهی دلمک چیزی را سوراخ کردن دوباره دلی اورلار دیوار را صوراخ میکنند بیرشهی کازماک چیزی را حفر کردن و یا جایی را حفر کردن جادهی کازی اورلار جاده را حفر میکنند بیرشهی ازمک یعنی چیزی را له کردن بیریسینی ازمک کسی را له کردن یعنی کسی را خورد کردن از نظر شخصیتی بهش بی احترامی کردن تحقیر کردن بیریسینی ازمک و یا بیشهی ازمک پاتاتسلری از سیبزمینی ها را له کن بیرشهی ورمک چیزی را زدن و یا اگر بریسینی ورماک باشه یعنی یک انسان رو برای انسان از فعل ورماک استفاده کنیم منظور از ورماک شلیک کردن تفنگه آدم وردو آن مرد را با تفنگ زدند یعنی به شلیک کردن در ترکیه آذری ورماک به معنای ضربه زدن هستش کتک زدن هستش ولی در ترکیه استانبولی ام... چیه به معنای شلیک کردن و با تفنگ زدن هستش اوکی بیرشی ایتمک چیزی را هل دادن آرابای ایتیورلار ماشین را هل می دهند بیرشهی بکلمک چیزی را و یا کسی را بریسینی بکلمک کسی را منتظر ماندن کسی را انتظار کشیدن سنی بکلدیم اکی ساعت تو انتظار کشیدم دو ساعت این اکی ساعت میتونه اول جمله بیاد میتونه آخر جمله بیاد میتونه بین این دوتا کلمه بیاد یعنی yani میتونیم بگیم ایکی ساعت سنی بکلدیم میتونیم بگیم سنی اکی ساعت بکلدم میتونیم بگیم سنی بکلدم ایکی ساعت مشکلی پیش نمیاد خب یه دو ساعت منتظرت شدم تو انتظار کشیدم بیرشهی اکمک چیزی را کاشت کردن کاشتن فاسولیهی اکی و روز لبیا را می بیرشهی بیچمک بیچمک به معنای برداشت محصول هستش. چیزی را برداشت می کنیم تارلای بیچی و روز مزرعه را برداشت می کنیم بیرشهای تاراماک تاراماک به معنای شانه کردن هستش از لحاظ تکنولوژیکی به معنای اسکن کردن هستش یعنی شما یه تصویری رو وارد کامپیوتر میکنید ساچم تاریورم یعنی موها شونه میزنم دوسیایی تارا مدارک رو اسکن کن دوتا معنی متفاوتش هم اینجا نوشتم بیرشیه چی کارتماک چیزی را بیرون آوردن چانتادان هر شیه چیکارت از کیف همه چیز را بیرون بیاور بیرشیه توتماک چیزی را گرفتن در دست گرفتن شونو توت این را بگیر یعنی تو دستت بگیر توتماک یه معنی دیگه هم داره وقتی میخوای بگی بیریسی توت یعنی طرف کسی رو بگیر طرفداری بکن از اون حمایت کن بیرشهی ساکلاماک چیزی را مخفی کردن بونلار ساکلا اینها رو پنهان کن بیرشهای تادماک چیزی را مزه کردن چشیدن لیمونو تادماک ایستیاروم میخوام تعم لیمون را بچشم لیمون را میخوام مزه کنم بیرشهیی تس... ویا بریسینی تسلی اتمک تسلی اتمک یعنی دلداری دادن اونو تسلی ادئیروم او را دلداری می دهم. بیشهی تقدیر اتمک و یا بریسینی تقدیر اتمک ممکنه از یک کاری تقدیر بکنید تشویق بکنید بپسندید ممکنه کسی رو کارش رو بپسندید و ازش تشکر و قدردانی بکنید تقدیر اتمک یعنی قدردانی کردن تعریف کردن سیزی تقدیر دیورم یعنی به شما افتخار میکنم از شما قدردانی میکنم دستتون درد نکنه آفرین یه همچین چیز بیشهی کویماک چیزی را گذاشتن قرار دادن چیزی هم هستش برای کویماک یه مثال جالب آوردم براتون چای کوی وقتی میخوان براتون چای بریزن از فعل ریختن استفاده نمیکنن از فعل گذاشتن استفاده میکنن این مثال رو آوردم که چون روزمره تره اینو بیشتر باشون چیز میکنین چون فعل دکمک رو داریم فعل دکمک یعنی ریختن ما میگیم مثلا چای رو بریز ولی ترکا میگن چای رو بذار ترکای استانبولی میگن چی چای رو بذار چای کوی یعنی برام تو لیوان چای بریز و یا چای رو بذار دم بکشه برای چای استفاده میکنم اوکی بیرشهی جواب لامک چیزی را جواب دادن سرویو جواب لاین سوال را پاسخ دهید بیرشیی پارک اتمک مثلا ماشین رو پارک کردن اتوبوسو park ediyor. Otobüse park mı Bir şeyi durdurmak. Çizir a ne yani celoşu gireften celo, gereften, celo salonu bahşey, um, doldurmak fikar adam durdurmak romige doldurmak Porkerden. Çizire porkerden. Salonu dolduruyoruz. Salonra pormikonim. Bir şeyi boşaltmak. Çizire Odayı boşaltıyoruz. Otağra halimikonim. Bir şeyi göze almak. nazar ee, dernazergireften. و گزه آلماک یعنی چی با در نظر گرفتن به اینکه علی رغم اینکه فلان چیز مثلا قرار اتفاق بیفته گوزه آلماک یعنی دونستن یه چیزی و مسئولیتش رو قبول کردن مثلا سورونلری گوزه آلیوروس مسئولیت مشکلات رو به عهده میگیریم یعنی میدونیم که ممکنه اتفاق بیفته حواسمون هست مسئولیتش هم با ماست اوکی گز آرد اتمک گز آرد اتمک یعنی چشم پوشی کردن از چشم به دور نگه داشتن مثلا میگیم بو پروبلمه گز اطلر اصلا این اسمش این مشکل رو نادیده گرفتن گزارده اتمک یعنی نادیده گرفتن این مشکل را نادیده گرفتند. بیرشیی گزدن گچیرمک یعنی سرسری از روش نگاه کردن. سایفایی گزدن گچیرین این صفحه را سریع نگاهی بندازید. Bir şeyi gözaltına almak veya birisini gözaltına almak. Yani kesiro tehte nazar gereften, zire çeşim gereften. Alt yani zir, gözem yani ke, çeşim. Hırsızı gözaltına aldılar. dozra tehte nazar gereften, zire çeşim gereften. Bir şeyi önemsemek. Çiziro muhem şomardan, ehemmiyet döden. بنی انمسه به من اهمیت نمیدهید و یا من را مهم نمیشمارید بیرشهی یارگلاماک چیزی را قضاوت کردن و یا کسی را قضاوت کردن اونو یارگلادرال او را قضاوت کردن محاکمه کردند در واقع birisini sinirlendirmek سنی کسی را عصبانی کردن beni لندیرمه. من را عصبانی نکن خب حدود چهل تا فعل دیگه مونده birisini و یا بیشهی کشمک. چیزی را خاراندن سرتمه کاشار پشتم رو میخارونی این سواله هستم بخواید بگید بی زحمت خوشتم و بخارون سرتمو کشار بیرشهی دوزلتمک چیزی را درست کردن حتالار دوزلتین اشتباهات را درست کنید بیرشهی دوزنه سکمک به چیزی نظم و ترتیب دادن چیزی را نظم بخشیدن افیسی دوزنه سکالم آفیس را یعنی دفتر کار رو مرتب کنیم بیرشی تعمیر اتمک چیزی را تعمیر کردن اونو تعمیر دیورم ببخشی بونو تعمیر دیورم این را تعمیر می کنم بیرشی یارتمک چیزی را خلق کردن الله انسانی یارتد خداوند انسان را خلق کرد. بیشهی بایامک چیزی را رنگ کردن. علی رسم باید. علی تصویر را رنگ کرد. بیشهی ساتمک چیزی را فروختن. بیز اوی ساتک ماخانه را فروختیم. بیشهی اصلاتمک چیزی را خیس کردن. او گمله ایمی اصلاده. اون پیراهن من رو خیست کرد. بیرشهی یکاماک. چیزی را شستن. ایلرینی یکا. دستهایت را بشور. بیرشهی یکماک. ببینید اینجا یکاماک داریم. یکا یعنی بشور. یکماک یعنی خراب کردن ویران کردن. این اشتباه داریم اینجا درستش میکنم اوکی بینای یکتلار بنا رو ساختمان رو خراب کردند اوکی بیرشی محبت میک. چیزی را نابود کردن سنی محبت داریم تو رو نابود میکنم یعنی پدرت رو در میارم بیرشهی şeyi چیزی را در آب پختن یومورتایی هاشلا تخم مرغ رو آب پز کن بیشهی پیشیرمک چیزی را پختن یمهی پیشیرن غذا را بپزید بیشهی حاضرلامک چیزی را حاضر کردن ماسایی حاضرلا میز را حاضر کنید بیرشهی قزارت مک. صرخ کردن. پاتاتزلری قزارتن. سیبزمینی ها را سرخ کنید. بیرشهی و یا بیرسینی کوف مک. کسی را اخراج کردن. و یا از جای بیرون کردن. مدیر کوفدولار. مدیر را اخراج کردن. بیرسینی دعوت اتمک. کسی را دعوت کردن. سنی دعوت ادیروز. را دعوت میکنیم یک شیی کالدرماک چیزی را بلند کردن تحمل کردن ممکن یک اتفاق هم باشه از پس اتفاق بر اومدن از پس یه مسئولیت بر اومدن هم میشه ماسایی کالدرالم میز را بلند کنیم بیر شیی دشورمک چیزی را انداختن یعنی از دستت بیفته زمین دشورمه بارداغ دشورمه لیوان رو نندازی بیر و یا بریسینی آشاغلامک آشاغلامک یعنی پایین کشیدن تحقیر کردن چجو آشاغلاما بچه رو تحقیر نکن خب بیم پایین بیرشهی اکلهمک چیزی را اضافه کردن بونلاره اکله اینها رو اضافه کن بیریسینه راهاتسز اتمک کسی را اذیت کردن مزاحم شدن بنی راهاتسز دیورسون داری اذیتم میکنی منو اذیتم میکنی بیرشهیی چویرمک چویرمک یعنی پشت و رو کردن و یا ترجمه کردن متنی چویر متن را ترجمه کن به معنای گفتم پشت و رو کردن و یا بالا پایین کردن وارونه کردن هم میشه یک اشیایی رو وارونه بکنین و یا به سمت خودتون برگردونین از اونجا هم اونجا هم فعل چویر رو استفاده میکنن و یا فرمون ماشین رو بخوان بگن بگردون برگردون یعنی وارونه مثلا چیز کن اسمش چیه به چرخون به سمت دیگه اونجا هم به معنای چویر هستش چرخاندن هم میشه بیرشهی یه تشتیرمک چیزی را واسه زمان خاصی رساندن و یا کسی را به مکان خاصی رساندن و یا پرورش دادن گیاه و حیوان و کودک هم استفاده میشه چند تا معنی داره چوجوکلارو یتیش دیرده بچه ها رو بزرگ کرد بیشهی سرمک چیزی را راندن arabayı sürebilir misin? Mituni maşin ro beruni maşin ro mituni beruni bir şeyi tekrarlamak tekrarlamak okey çizira tekrar kerden söylediklerimi tekrarla çiz hayro ki goftem ra tekrar kon بیرشهی فرلاتماک چیزی را پرت کردن کالمینه فرلات مدادتو تو پرت کن بیرشهی ای آاتک هم یعنی انداختن انداختن این دوتاشون هم به معنی انداختن ولی فرلاتماک یعنی مثلا بنداز به چرخه تو هوا یا همچین چیزی اطماق به معنای دور انداختن هم هستش چپلره اطتم یعنی اشغال ها رو انداختم بیرون انداختم یعنی. بیرشهی دیلمک چیزی را آرزو کردن و یا کسی را آرزو کردن سنی اشتباه شد دینلمک دیلمک رو گفته بودم بنی نمی ارسون اینجا دیلمک باید باشه مثال رو عوض میکنم دیلی اروم مت لو لو موتلولونو دیلیوروم خوشبختیت رو آرزو میکنم بیشهی براکماک چیزی را رها کردن بانکایا بنی براک براکماک به معنایه هم رها کردنه هم کسی رو جایی رسوندن و اونجا گذاشتن و رفتن بنی بانکایا براک یعنی منو برسون به بانک منو بزار بانک خودت برو بیرشهای اونوتماک چیزی را فراموش کردن تلفنو نو اونوتما تلفنت رو فراموش نکن بیرشهیی بسلمک چیزی را و یا کسی را اه... تغذیه دادن خوراندن کدی بسلیوروس به گربه قضا میدیم ورمک چیزی را دادن ور رو نوشته بودم ولی خب پارایی ور پول را بده بیرشهی اکوماک چیزی را خواندن کتاب اکودونوزمو کتاب را خواندید آیا بیرشهی کنوشماک راجب به چیزی صحبت کردن سنی کنوشیوروز راجب به تو صحبت میکنیم یعنی تو را صحبت میکنیم bir şeyi ödemek, çiziri perdaht kerden, hesabını ödedin mi? Hesabeti o perdaht kerdi, veya parayı öde, pulu perdaht kon. Bir şeyi sormak, çizira porsiden, sorunlarınızı sorun. Et, sorularınızı sorun. Sualat etun Okay. Bir şeyi yakmak. Çizira suzandan. Ateşi yak. Ateşro روشن کن یه فعل دیگه هم بنویسم بکنم یادم رفته دوشنمک کسی را و یا چیزی را بهش فکر کردن مثلا میگیم بنی دوشنمه یعنی به فکر من نباش خب دوستان امیدوارم که این فعل ها به دردتون بخوره این مثال ها به دردتون بخوره و امیدوارم که درس خوبی بوده باشه براتون همه رو یادداشت کنید حفظ کنید اینا فقط با حفظ کردن میتونید یاد بگیرید ولی سی درصدش حفظ کردنه هفتاد درصدش گوش کردن و دقت کردن اینه که ترک ها چجوری اینا رو استفاده میکنن این شما نیستید که قرار جمله درست کنید این ترک ها هستن که جمله قرار درست کنن شما قرار متوجه بشید یاد بگیرید و تقلید بکنید جمله های اونها رو چون درست رو اونها درست میکنن شما هر چقدر از روی قواعد بخواید یه چیزی رو درست کنید یه جایی ممکنه اشتباه بکنید بیشتر تلویزیون ترکیه رو نگاه کنید بیشتر برنامه های ترکیه رو نگاه کنید زیاد تحت تاثیرشون قرار نگیرید چرت و پرت زیاد دارن ولی برای گوش کردن حتما برنامه های تلویزیونی ترکیه رو نگاه بکنید موفق باشید تا درس بعدی و امید دیدار